عبدالله عبدالله رئیس هیئت اجرایی دولت افغانستان گفت پاکستان مأمن تروریست ها از جمله شبکه حقانی بوده است و باید از بین بروند. او از پاکستان خواست از عبور تروریست ها به افغانستان جلوگیری کند. آقای عبدالله به حضور پیکارجویانی که از پاکستان برای حمله به قندوز آمده اند اشاره کرد. As a case in point over the past 48 hours, به عنوان یک مورد مشخص در 48 ساعت گذشته، صدها پیکارجو که برخی از آنها پیکارجویان خارجی هستند، حمله به ولایت قندوز را سازماندهی کردند، جایی که جنگ ادامه دارد. نیروهای امنیتی افغان زیر پوشش حملات هوایی ارتش آمریکا شهر قندوز را محاصره کردند. ژنرال مراد علی مراد، معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح افغانستان، شب گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل وعده داد اوضاع در قندوز به زودی تغییر کند. و این شب هم قماندانی قول اردوی 209 شاهین و تماما رهبری نیروهای امنیتی ولایت قندوز اونا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده و فعلا در داخل قندوز وضعیتی که هستن اونا تحت کنترل هستن و تدابیر جدی به خاطر پسگیری وضعیت و تغییر وضعیت روی دست هستن که انقریب برای فردا شما شاهد تغییر وضعیت در ولایت قندوز خواهد بودین. این اولین بار از زمان سقوط طالبان در سال 2001 است که این گروه پیکارجو توانسته است یک شهر اصلی در افغانستان را تصرف کند. طالبان روز دوشنبه پرچم خود را بر فراز این شهر برافراشت و 500 زندانی را از زندان اصلی این شهر آزاد کرد. سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت از آغاز درگیری 16 کشته و 172 زخمی به بیمارستان قندوز منتقل شدند.